سرخط خبرها. دست کم 7 کشته در سیل جنوب ایران. سازمان مدیریت بحران میگوید پول کافی ندارد. هشدار سه قدرت اروپایی به ایران برای حفظ برجام و بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی. طرح نصب سانتریفیوژهای جدید و قانون کاهش تعهدات هسته‌ای اجرا نشود. اعتراض نویسنده قصه‌های مجید به تغییر داستان در کتاب‌های درسی. هوشنگ مرادی کرمانی میگوید مجید را بدون اجازه او نمازخوان کردند. و از خط مقدم با عشق، 200 نامه عاشقانه یک سرباز فرانسوی در جنگ جهانی دوم میان زباله‌ها پیدا شد. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در سیل در جنوب ایران دست کم 7 نفر جان باختند. در روزهای اخیر مسئولان از قبول مسئولیت شانه خالی کردند. حالا رئیس سازمان مدیریت بحران ایران میگوید بودجه‌ای که برای مقابله با بلایای طبیعی در خوزستان در نظر گرفته شده بود پرداخت نشده. در همین حال رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری وضعیت به خوزستان رفته. علاوه بر خوزستان، بخشهایی از استانهای بوشهر، هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان و تهران هم دچار سیل و آب گرفتگی شدند. فرهام قبادی گزارش می‌دهد. سیل در جنوب ایران. زندگی مردم را جلوی چشمشان سیلاب می‌برد. اینجا شهر خفر در استان فارس است. جنوب این استان بسیار آسیب دیده. شیراز 100 کیلومتر با این شهر فاصله دارد، اما از بلا بی نصیب نمانده. میدون دانشجو فلکه علم. نه تنها خیابانها که بازار قدیمی را هم آب گرفته. اینم پاساژ امام حسین. شهر کازرون هم در این استان وضعیت مشابهی دارد. مرکز خریدی که به استخر بدل شده. این مسیر فیروزآباد در استان فارس به سمت شیراز است. از دل کوه آب می جوشد و جاده ها خطرناک شدند. در استان هرمزگان دست کم 5 نفر در سیلاب و ریزش کوه جانشان را در جاده از دست دادند. سیل حالا به این استان جنوبی هم رسیده. اما بیشترین آسیب را استان بوشهر دیده. شهر برازجان زیر آب رفته. دیروز مردم به پشت بام‌هایشان پناه برده بودند. سی بانگ صادرات و این مغازه را که آب کاملا گرفته. دوربین مداربسته کودکی را نشان می‌دهد که نزدیک بود سیلاب با خود ببرد، اما آبری جانش را نجات می‌دهد. این دومین سیل در جنوب ایران طی روزهای اخیر است. رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید بودجه پیشگیری اختصاص یافته، اما عملا پولی دریافت نشده. من خیلی باز نکنم، ولی یه نکته جناب آقای یوسفی عرض بکنم که سال گذشته ما چیزی حدود 5084 میلیارد تومان بر اساس ماده 16 این قانون پیشنهاد اعتبار کردیم که حدود 300 میلیارد تومان در بودجه اومد و نهایت همین 300 میلیارد تومان تا امروز من ریالی ندیدم که در اختیار دستگاه اجرایی در این بخش قرار بگیره. بله، ما در خسارت متاسفانه بسیار سنگین هزینه میکنیم، اما در پیشگیری مقداری با ناخن خشکی کار رو دنبال میکنیم. یه خاطر شریفتون باشه، من از دارم که این جزء وظایف شهرداری هاست. در روزهای اخیر مقام ها به پاسکاری مسئولیت مشغول بودند. آقای نجار هم مانند باقی مسئولان در روزهای پیش گفت وظیفه شهرداری است تا مشکل را حل کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور حالا به خوزستان رفته با وعده پیگیری مشکلات. گفته اینکه باران زیاد آمده برایش جواب قانع کننده ای نیست. مقام های استانداری خوزستان برای ساماندهی فاضلاب این استان قراردادی 10 میلیون یورویی با قرارگاه خاتم الانبیا بستند. نهادی پرقدرت متعلق به سپاه پاسداران. ما این مقداری از این پول رو دریافت کردیم،
قرارگاه خاتم الانبیا رو به عنوان پیمانکار در نظر گرفتیم. مثلا 50 میلیون یورو اختصاص پیدا کرده و قرارگاه خاتم به عنوان پیمانکار کار انتخاب شده. سیل اخیر تنها معضل مردم استان نفتخیز خوزستان نیست. ریزگرد، نبود آب شرب تمیز و فاضلاب. سال هاست که غرق در مشکلند. پرهام قبادی، بی بی سی. آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ما هست. آقای حسن‌نیا، خیلی ها مشکل رو الان دارن بحث بودجه مطرح میکنن، ولی به نظر نمیرسه که کسی شگفت زده شده باشه از اتفاقی که افتاده. هر سال سیل در این منطقه داره مشکل ایجاد میکنه. واقعا چقدر از این مسئله به بودجه مربوط میشه؟ کاملا درسته، بخشی از این مشکلات بودجه میتواند باشه، اما بخش عمده ای از اون بخش عدم مدیریت هاست. البته مشخصا برای مدیریت بحران یا پیشگیری از بحران این بودجه ها بودجه های متمرکزی هم نیست، یعنی دستگاه های مختلف هم بودجه های با عناوینی مشابه برای پیشگیری یا برای ساخت و ساز مثلا زیر ساخت هایی که میتواند آثار چنین بلایایی رو کمتر بکنه دارن، از جمله وزارت راه و شهرسازی، از جمله وزارت کشور، از جمله وزارت های دیگری که در این یا سازمان ها و نهادهایی که در این موارد مسئولیت دارن. اما خود بودجه سازمان مدیریت بحران، اگر بخوایم راجع به این بودجه متمرکز صحبت بکنیم که اصولا وظیفه این سازمان برنامه‌ریزی یا تدوین اسناد بالادستی، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلفی که در این امر حضور دارن و مسئولیت دارن و همینطور بحث در واقع سندهای بالادستی پیشگیری یا مدیریت بحران هست، این سازمان در بودجه سال آینده پیشنهاد شده که کمتر از 18 میلیارد تومان بودجه داشته باشه، که خب واقعا بودجه اندکی است. اگر بخوایم مقایسه بکنیم این بودجه رو با بودجه دیگر نهادها یا سازمانهایی که عموما نهادها یا سازمانهای غیر مولد محسوب میشن و به ویژه در ایام بودجه خیلی به اونها اشاره میشه و مقایسه میشه با اونها، میبینیم که واقعا این بودجه اندک است. مثلا در مقایسه با مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی، این مؤسسه دو برابر سازمان مدیریت بحران بودجه داره، یا در مقایسه با شورای عالی حوزه علمیه، این شورا 36 برابر بودجه سازمان مدیریت بحران براش بودجه در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده. شورای حوزه علمیه خواهران حدود 28 برابر بودجه بزرگتری داره از بودجه سازمان مدیریت بحران، که کمتر از 2% منابع بودجه دولت رو قرار هست که در سال 2020. ممنونم از شما آقای حسن‌نیا و پوزش میخوام بابت اشکالی که در صدا پیش آمد. آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی با کیوان صمیمی، سردبیر ماهنامه ایران فردا، در محل اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دادگاه انقلاب تهران این روزنامه‌نگار رو به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 3 سال زندان محکوم کرده. آقای صمیمی این اتهام رو رد کرده. او پارسال در روز کارگر در تجمعی در برابر مجلس بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دیروز یک کولبر در ارتفاعات مرزی شهرستان سلماس در استان آذربایجان غربی ایران بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شد. گفته شده او 30 ساله بود و 3 فرزند داشت. کولبری در ارتفاعات مرزی غرب ایران برای تامین معاش رواج دارد. پیشتر هم گزارش‌های متعددی از کشته شدن کولبران با شلیک نیروهای مرزبانی منتشر شده. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید پرداخت و انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا به دلیل تحریم‌های آمریکا تا به حال امکان پذیر نشده. عبدالناصر همتی یادآور شده که خرید واکسن کرونا باید از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی صورت بگیرد. او بار دیگر محدود نبودن معاملات دارو در پی تحریم‌های آمریکا را ادعای دروغین نامیده. دولت آمریکا بارها گفته که دارو در فهرست تحریم‌ها نیست. کشورهای اروپایی عضو برجام قصد ایران برای نصب 3 آبشار جدید سانتریفیوژ پیشرفته در مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز رو اقدامی عمیقاً نگران کننده و خلاف برجام عنوان کردند. بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک با تأکید بر ضرورت حفظ توافق هسته‌ای از قانون مصوبه مجلس ایران برای گسترش فعالیت هسته‌ای و محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت ابراز نگرانی کردند.
اونها هشدار دادن که این اقدامات میتونه راه رو برای بازگشت به دیپلماسی در دولت آینده آمریکا ببنده و تلاش‌های مشترک برای حفظ برجام رو به خطر بندازه. با مشتبه نجفی کارشناس روابط بین‌الملل در پاریس در همین باره گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا مواضع اروپایی ها در این بیانیه اعتراض ایران رو برانگیخته. این مواضع اروپا به اعتقاد من اصلا جدید نیست. حتی این بیانیه، این مصوبه اخیر مجلس این مواضع رو تقویت کرده، اما ما نمیتونیم بگیم این مواضع جدیده. یک علتی که برای این مثلا میتونم ذکر بکنم این که قبلا هم دولت فرانسه گفته بود که این برجام کفایت نمیکنه. اخیرا هم وزیر خارجه آلمان تاکید کرده که ما باید مذاکرات موشکی رو اضافه بکنیم بر بندهای برجام. این که دو کشورهای اروپایی قبلا خیلی مصر نبودن بر ادامه این راه چند تا علت داشت. یکی سیاست دولت ترامپ بود که یک سیاست واگرایانه بود، به معنی اینکه علیه اتحادیه ها بود و چندان هم تمایلی نداشت اصلا اتحادیه اروپا در پرونده های بین المللی بتونه نقش اساسی ایفا کنه. یکی هم خب بدبینیه که کشورهای اروپایی نسبت به سیاست ترامپ داشتن که معتقد بودن، خود مثلا دولت فرانسه معتقد بود اصلا سیاست خارجی دولت ترامپ در خاورمیانه از عدم انسجام برخوردار نیست. دولت‌های اروپایی به اعتقاد من در حال حاضر یه نیروی تازه گرفتن، به خاطر اینکه اون روابط راهبردیشون با ایالات متحده در حال احیا شدنه. این میتواند زمینه‌ای باشد برای فشار بیشتر به ایران. مصوبه مجلس به اعتقاد من مسیر رو برای دولت‌های اروپایی برای فشار به ایران هموارتر خواهد کرد. در پاسخ به همین درخواست وزیر خارجه آلمان، سخنگوی وزارت خارجه گفته که اروپایی‌ها هم دست نبرن به سمت همون سیاستی که آمریکا رفت و عملا نتیجه نگرفت، سیاست فشار حداکثری و طور دیگری نخوان به ما بفروشن. فکر میکنید واکنش ایران چه خواهد بود با توجه به اینکه ایران هم به نظر میرسید که امیدوار هست که به برجام برگرده؟ به این موقعی که ما از ایران صحبت میکنیم یا از آمریکا صحبت میکنیم، باید سیاست خارجی رو اینجا وضع کنیم به سیاست داخلی، یعنی به عنوان یه متغیر مهمی که میشه نسبت بهش نگاه کرد. اولا اینکه باید بید آرایش سیاسی مثلا در کشور آمریکا به چه سمتیه، در کشورهای اروپایی به چه سمتی میره و در کشور ایران به چه سمتی میره. من گمانم اینه که در حال حاضر مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی یک اتفاق نظری داشتن که دوره ترامپ رد بشود، اما در مورد تداوم این سیاست به اعتقاد من بین حلقه های قدرت در جمهوری اسلامی که حلقه ضعیفترش جناح میانه روه که در چهرهایی مثل روحانی و ظریف تبلور پیدا میکنه و حلقه های محافظه کارتر اختلاف نظر وجود خواهد داشت. ضمن این که به اعتقاد من بازیگرانی هستن که تندتر هم هستن و تلاش میکنن اصولا مذاکرات در دولت روحانی و به وزارت خارجه ظریف اصولا یا شروع نشود یا روند کندی داشته باشد که اگر هم به توافق جدیدی منجر بشه گفتگوها به دولت فعلی ختم نشود. مشتبه نجفی بود، کارشناس روابط بین الملل. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. در پی جاری شدن سیل در چند استان جنوبی ایران دست کم 7 نفر کشته شدند. 3 کشور اروپایی عضو برجام از ایران خواستند برای بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی قانون کاهش تعهدات هسته‌ای را اجرا نکند. در ادامه این برنامه، نامه‌های عاشقانه یک سرباز جنگ جهانی دوم که در مرکز بازیافت زباله در فرانسه کشف شد. هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده مجموعه قصه‌های مجید، به تغییر متن این داستان در کتاب‌های درسی اعتراض کرده. به گفته آقای مرادی کرمانی، نماز خواندن مجید را بدون مجوز نویسنده به این داستان اضافه کردند. او گفته مجید به سنی نرسیده که نماز بخونه و در هیچ کدام از داستان‌ها هم نماز نخوانده. سحر بیاتی، کارشناس آموزش از شهر هاکسوند از نروژ با ما هست. امیدوارم شهرتون رو اشتباه تلفظ نکرده باشم خانم بیاتی، اما این مجید نمازخوان شده ظاهرا. یه تغییراتی است که به هر حال در کتاب‌های درسی در چند سال گذشته شاهدش هستیم. با چه هدفی دقیقاً این کارها داره انجام میشه؟ واقعیت اینه که درباره هدفش منم چیزی نمیدونم. امیدوارم شما صدای منو خوب داشته باشین. عذرخواهی میکنم چون من سر کار هستم. واقعا هدفش رو من نمیدونم.
چون انقدر که بد سلیقه این اتفاق میفته، انقدر که این محتوایی که در واقع محتوایی هم حتی نمیتونن تولید بکنن، محتوای دیگران رو میدزدن و دستکاری میکنن و انقدر بد سلیقه که هنوز به روش دهه 60 که همه ما مدرسه میرفتیم، تو پایان دهه 90 دارن همون روش رو و همون سلیقه رو اجرا میکنن. زمانی که ما دهه 60 مدرسه میرفتیم فقط یک کانال تلویزیونی داشتیم. تأثیرش رو امروز توی آدمهایی که الان تو جامعه هستن میبینیم دیگه، تقریبا هیچ تأثیری نداشت. حالا چطور امکان داره که چنین تغییرات بدسلیقه‌ای بیاد تأثیر بذاره تو بچه‌هایی که با یک جهان وسیعی از تبلیغات و اینترنت و ماهواره سر و کار دارن؟ شما حالا میگی که داستان مجید اومده نماز خون شده، شما یک سری به کتاب‌های ریاضی بچه‌های دوره ابتدایی بزنید. بچه‌ها برای شمارش، برای یاد گرفتن اعداد باید نمازگزاران رو بشمارن. و حالا نگاه بکنید که چقدر از بچه‌های دهه 60 پایبند به نماز خوندنن. زمانی که ما تو مدرسه از اون محتوا، از اون سیستم داشتیم پیروی می‌کردیم و مجبور بودیم پیروی کنیم. برای همین خیلی سوال سختیه که آدم بفهمه واقعا هدفشون چیه و تو چه کسانی که الان تأثیر گذاشته که قراره در آینده هم تأثیر بذاره. در کتاب درسی فکر میکنم روی جلد کتاب ریاضی بود وقتی که خانوم ها رو حذف کرده بودن از روی عکس اون، یکی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش گفت بدسلیقگی اونجا اتفاق افتاده. یعنی این اونچه که شما میگید خودشون رو هم گاهی اوقات اذعان بهش میکنن که بدسلیقگی افتاد، ولی به نظر شما بنابراین هیچ موفقیتی هم نداشتن در اون کاری که هدفشون هست؟ نه قطعا. حالا منظور من از بدسلیقگی دقیقا حالا اون بدسلیقگی که اونا گفتن نیست، منظورم اینه که حتی برای شستشوی مغز بچه‌ها، برای الغای اون باورهای اسلامی و ایدئولوژی هم سواد و دانش ندارن، سلیقه ندارن و شلختن. یعنی برای همین آدم بیشتر عصبانی میشه از اینکه این همه بودجه هزینه میکنن احتمالاً فقط برای دزدیدن محتوا و دستکاری کردن اون محتوا، و اینکه اون جلد کتاب فقط یک بخش کوچیکی از اون چیزی بود که ما دیدیم. یکی از معلم‌هایی که داخل ایران بود و از دوستان من هست گفت کاشکی میتونستین صفحه به صفحه این کتاب‌ها رو ببینین، که از قاسم سلیمانی که وارد کتاب‌های درسی شده تا همین محتوا نماز خوندن، و اصلا بحث فقط کتاب‌های درسی نیست. من مدت‌ها معلم زبان مادری بودم در نروژ. کتاب داستانم از ایران شما وقتی میگیری میاری اینجا برای بچه‌های فارسی زبان بخونی، نمیتونی این کارو بکنی. چون حتی تو کتاب تو بخش خصوصی هم تأثیر گذاشته و واقعا هدفشو نمیفهمه و معلومه که نمیتونه موفق باشه. چون تا الان مگه بوده؟ تو این 14 مگه بوده؟ ممنونم از شما خانم بیاتی. سحر بیاتی، کارشناس آموزش با ما. در انتخابات مجلس ونزوئلا طرفداران نیکولاس مادورو رئیس جمهوری بیشتر کرسی‌ها رو بردن. تنها حدود 30% اونهایی که واجد شرایط بودند در انتخابات شرکت کردند. اکثر احزاب و سازمان‌های مخالف دولت انتخابات رو تحریم کرده بودند. خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس کنونی مجلس که بیش از 50 کشور او رو رئیس جمهوری مشروع ونزوئلا می‌دونند، از مردم خواسته که هفته آینده در نوعی همه پرسی شرکت کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کسری نجی. در حوزه های رأی‌گیری در بعضی از محله هایی که طرفداران دولت در آن زیاد هستند، در کاراکاس پایتخت ونزوئلا، رأی دهندگان در بعضی از ساعات مجبور شدند برای رأی دادن در صف بمانند. در این انتخابات مجلس که دیروز برگزار شد، انتخاباتی که بخش مهمی از احزاب و سازمان های مخالف آن را تحریم کردند و در آن شرکت نکردند. اگه رأی ندیم توی دام کسایی میفتیم که میخوان مردم رأی ندن. نیکولاس مادورو امیدوار است با به کنترل گرفتن مجلس این کشور بتواند از نفوذ رهبر مخالفان خوان گوایدو کم کند که رئیس مجلس فعلی است و از حمایت بخش مهمی از جامعه جهانی برخوردار است به عنوان رئیس جمهور مشروع کشور. ناظران ایرانی هم حاضر بودند تا بر صحت انتخابات نظارت داشته باشند. ایران از مهمترین حامیان دولت نیکولاس مادورو است. ناظران ایرانی در کنار ناظرانی از چند کشور دیگر و از جمله ترکیه، اکوادور و آرژانتین. اما در بسیاری از نقاط پایتخت حوزه‌های رأی‌گیری خلوت و خالی بود. نتایج شمارش آرا تا این ساعت نشان می‌دهد که حدود 30% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند.
و در میان شرکت کنندگان حدود 68% به ائتلاف حاکم طرفداران آقای مادورو رأی دادند. خوان گوایدو که از مردم خواسته بود در انتخابات شرکت نکنند، خلوتی حوزه‌های رأی‌گیری را نشانه عدم مشروعیت دولت حاکم دانست. این حوزه رأی‌گیری معمولاً از حوزه‌های شلوغه، اما امروز روشنه که مردم به دروغ و تقلب دولت مادورو نگفتند و در انتخابات شرکت نکردند. در بعضی از نقاط شهر مردم طبق روال همه روزه در کنار پمپ بنزین ها صف بسته بودند. سوء مدیریت، سقوط اقتصادی کشور، تورم 4000% و تحریم های آمریکا یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان را به واردکننده بنزین تبدیل کرده است. از ایران و این اعتراض ونزوئلایی های خارج از کشور در کولومبیا، کشور همسایه، به انتخابات نمایشی، کسانی که با خروج از کشور به رژیم مادورو رأی عدم اعتماد دادند. حدود 5 میلیون نفر از مردم کشور در چند سال گذشته به کشورهای همسایه پناه بردند زیر فشار فقر، بیکاری و اختناق. وزیران خارجه اتحادیه اروپا که قبلا گفته بودند شرایط در ونزوئلا برای یک انتخابات آزاد و عادلانه مهیا نیست، امروز باید وضع جدید در ونزوئلا را بررسی کنند و به خصوص پیشنهاد خوان گوایدو رهبر مخالفان را که از مردم ونزوئلا خواسته تا در یک نوع همه پرسی هفته آینده نظرشان را بگویند. این هم هنوز روشن نیست که دولت جدید در آمریکا تا چه حد به فشارهای این کشور علیه رژیم مادورو ادامه خواهد داد. پر جمعیت ترین ایالت آمریکا بار دیگر به دلیل افزایش شیوع ویروس کرونا تعطیل میشه. بر این اساس بیش از نیمی از 40 میلیون جمعیت کالیفرنیا باید در خانه بمانند. بسیاری از مشاغل تعطیل و ملاقات با افراد غیر از اعضای خانوار ممنوع شده. فرماندار کالیفرنیا ابراز امیدواری کرده که با پیشرفت در دستیابی به واکسن کرونا این آخرین تعطیلی سراسری در این ایالت باشد. در هند مقام‌های ایالت آندرا پرادش می‌گویند بر اثر یک بیماری ناشناخته تا به حال بیش از 400 نفر در بیمارستان بستری شدند و یک نفر هم جان باخته. در دو روز گذشته ساکنان شهر الیورو عوارض مختلفی از جمله تهوع و سرگیجه گزارش کردند. نتایج آزمایش خون و مایع نخاعی عادی به نظر می‌رسه. آب آشامیدنی و هوا هم ظاهراً بدون آلودگی بوده. پژوهشی تازه نشان می‌دهد که 2/3 یخچال‌های طبیعی در آلپ احتمالاً تا پایان قرن از بین می‌روند. دلیل این وضعیت احتمالی افزایش جمعیت عنوان شده. بر اساس این پژوهش که هزینه‌اش را اتحادیه اروپا تأمین کرده، سرعت آب شدن 4000 یخچال طبیعی به دلیل گرمایش زمین بر اثر تولید گازهای گلخانه‌ای بیشتر شده. پژوهشگران می‌گویند آب شدن یخچال‌های آلپ می‌تواند پیامدهای جدی برای تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و تولید برق در اروپا داشته باشد. رابین ریتر یکی از مدیران اجرایی بزرگترین وبسایت مد در اروپا اعلام کرده که تصمیم داره به دلیل اولویت داشتن اهداف حرفه‌ای همسرش از مقام خود کناره‌گیری کند. او از حدود 10 سال پیش از مدیران ارشد زالاندو بوده. این شرکت 36 میلیون مشتری داره و در 3 ماه گذشته بیش از 1.8 میلیارد یورو درآمد داشته. آقای ریتر که در ماه مه سال آینده از سمت خودش کناره‌گیری خواهد کرد، میگوید که وقت بیشتری رو با خانواده‌اش خواهد گذروند. گنجینه‌ای در یک مرکز بازیافت زباله در پاریس پیدا شده. نامه‌های عاشقانه از زمان جنگ جهانی دوم. نامه‌ها رو یک سرباز به زنی نوشته که در نهایت با اون ازدواج کرده. زن 6 سال پیش درگذشته و گمان می‌رفت که نامه‌ها هم گم شده باشن. تیم آلمن گزارش می‌ده. این تصاویر سربازان ارتش فرانسه است که بعد از جنگ به وطن باز می‌گردند. جنگ فرانسه را چند پاره کرده بود. ابتدا اشغال بود و بعد آزاد شد. 5 میلیون مرد اعزام جبهه ها شده بودند. اینها نامه های یکی از آن مردان است. پیر به معشوقش ایمی می نویسد. نامش حالا از زبان نوه اش. امشب خیلی سرده و لباس گرم زیادی ندارم. عاشقانه میبوسمت. امیدوارم سلامت باشی.
And this was where the letters were found. نامه‌ها اینجا پیدا شد. در یک مرکز بازیافت در جنوب غربی کشور. حدود 200 نامه لای کلی روزنامه قدیمی رها شده بودند. On était un peu intrigués et au fur et à mesure avec ma collègue on a regardé, on s'est rendu compte que les lettres برامون جالب بود کلی نامه از زمان جنگ جهانی دوم که همه به یه نفر نوشته شده بودند. C'est la même personne. C'est mon côté sentimental. سسیل rescued the letters. سسیل نامه ها را حفظ کرد و بعد از کمی کارگاه بازی به صاحبه به حقشون برگرداند. هرچند محتوای آنها غیر منتظره احساسی بودند. Que mon père soit aussi poète, voilà, ça me surprend un petit peu, c'est vrai. من جا خوردم. اگه اینا رو نمیخوندم نمیدونستم پدرم اونقدر مادرم رو دوست داشت. پیر از جنگ جان سالم به در برد و با نامزدش ایمی که 6 سال پیش فوت کرد ازدواج کرد. فقط یک روایت از بین میلیون ها. نسلی از مردانی جوان که به جنگ فرستاده شدند ولی عزیزانشان را فراموش نکردند. تیم اولمن، بی بی سی نیوز. یک قلاده خرس قهوه‌ای و توله‌هاش که در استخر زمین‌های کشاورزی در منطقه ورمنجه بیستون گرفتار شده بودند در نهایت با کمک محیط‌بانان نجات پیدا کردند. گزارش ببینیم از بخش دیجیتال بی بی سی فارسی. امروز 16/9/99 یک قلاده خرس قهوه‌ای به همراه دو تا توله‌اش که در این استخر گرفتار شدن. ما همکارای محیط زیست و صدا و سیما و همیاران محیط زیست برای نجات اینا اقدام کردیم و انشاءالله تا چند لحظه دیگه تخت الوارهایی که آوردیم اینا را محکم میکنیم و داخل چاله میندازیم که اینا رو نجات بدیم. نه ترس، میخواییم نجات رو بگیم، نه ترس. این خرس آخرش نجات پیدا کرده، این خرس ورمنجه. اما بریم سراغ زرافه ها در کنیا که تیمی از مدافعان محیط زیست 8 زرافه رو رفتن کمکشون که نجاتشون بدن در جزیره لیک بارینگو. اینا این زرافه ها گرفتار سیل شده بودن. این عملیات نجات در شرق کنیا در حالی صورت گرفته که این گونه در خطر انقراض و از حضورش در این منطقه تنها 10 سال میگذره. برآورد میشه که فقط 3000 زرافه از این گونه که میبینید در سراسر آفریقا باقی مونده باشه. ممنون از همراهیتون و ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.